سلام، به تحول امشب با من لطیف محمود خوش آمدین. در بحث امشب چگونگی مصالحه با مخالفین مسلح افغانستان را به بررسی میگیریم. از آنجایی که میدانید بحث مصالحه با مخالفین مسلح افغانستان همواره پیام های امید و یأس را در قبال داشته است. اگر ما گامی به جلو برداشتیم، گام دیگری ما لرزیده است. با مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان و ایجاد شکاف های ژرف در رهبری و صفوف این طالبان، بحث مصالحه و گفتگو با مخالفین مسلح افغانستان به تعلیق در آمده است. اخیراً حکومت افغانستان با مراجعه با یکی از رهبران مذهبی و سیاسی پاکستان خواستار این شده است تا روند مذاکره با مخالفین افغانستان را تسریع بخشند. دیده شود که این مصالحه به کجا خواهد رسید. دارای بحث بیشتر احمد سیدی، تلگر مسائل سیاسی، محمد ناطقی، عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان با طالبان، میاگل وسیق، تلگر مسائل سیاسی و از طریق ویدیو کنفرانس سید اکبر آقا، رهبر پیشین گروه جیش المسلمین را در برنامه با خود خواهیم داشت. آرزو میکنیم تا یک ساعت همچنان بینید این برنامه باشید. نخستین پرسش از شما مطرح میکنیم. در تازه ترین مورد سفیر افغانستان به مولانا سمیع الحق مراجعه میکنه، یکی از رهبرای مذهبی و سیاسی است و زینفوس و کسی است که بر طالبان و بر رهبرای طالبان به نحوی نفوذ دارند تا وارد پروسه صلح شوه. این پیشنهاد از طرف سفیر افغانستان در پاکستان به چه معناست؟ یعنی آقای محمود، خدمت شما، خدمت جناب وسیق صاحب، آقای ناطقی، بیننده، سلام عرض ادب دارم. از همه اولتر خود را در غم و اندوه مردم افغانستان که دیگر روزهای دشواری را توسط تروریستان به مشکلات مواجه هستند خود را شریک می دانم. مولانا سمیع الحق که مشهور به پدر طالبان است و کسی است که در دهه 90 گروه طالبان را به خاطر کشتن مردم افغانستان سازماندهی کرد، همین مولانا سمیع الحق است که یک هفته قبل ملا عمر را بعد از مرگش فرشته و خالد بن ولید نام ماند و تلاش داره که برای ملا منصور اختر بیعت بگیره و همین است که 6 روز پیش گفت که حکومت افغانستان متزلزل است، به زودی سقوط میکنه، طالبان قدرت میگیره. خب اگر چنین است، چرا حکومت افغانستان پیشنهاد میکنه؟ اخلاقا وقتی که من هم دیپلمات بودم، جناب ناطقی صاحب هم میفهمن که سفیر افغانستان هیچ جا سر به خود رفته نمیتونه و بدون اجازه حکومت نرفته. در حالی که ما میدانیم که سمیع الحق یک جنایتکار است و من طرفدار از این نیستم که شما خیلی لقب اسلامی به او بدین، به خاطر اینکه معلومات که من از او دارم، شک دارم که او هم به ارزش‌های دینی و اسلامی باورمند باشه، چرا چهره شیطان صفتی داره. به هر صورتش کرامت انسانی رو باید ما مراد کنیم. من به عقیده هستم که سفیر افغانستان را به پیش سمیع الحق روان کردن و از سمیع الحق صلح خواستن مانند ازی که چوچه بره را از دهن گرگ بخواییم. هر کس که دستور داده که سفیر افغانستان به پیش سمیع الحق بره، جفایی کرده به خون شهدای افغانستان، جفایی کرده به ملت. این دستور از طرف رئیس جمهور است؟ از هر کس که است. جفایی کرده به خون شهدا و ملت مردم افغانستان. من براتون میگم که سمیع الحق نه باورمند به صلح است، تشکر، نه صلح را میاره، ولی مردم افغانستان این کار را هرگز نخواهد بخشت. تشکر. میریم به از افغان. خواهش میکنم تا آقای سید اکبر آقا را با ما وصل بکنن. بله، شغل سید اکبر آقا، از ما سلامون اومنی. وعلیکم السلام و رحمت. کربدان، در افغان حکومت دغه وړاندیز شغل سمیع الحق تا یا مولانا سمیع الحق تا چه معنا بر کی پدی بس کی ویل شو چې دوی یو جنایتکار دی، یو شیطان صفت دی، په دغه بحث کې په دغه ټکو مطرح، او دا هغه کس دی چې طالبان افغانستان ته راولېږل د افغانانو د وژلو لپاره، او ملا محمد عمر فرشته خطاب کړ. ستاسو په هاند د افغانستان حکومت دغه وړاندیز په دغه یو مقطع کې شاغل سمیع الحق ته څه معنا ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع په منفي خبرو باندې نه حل کیږي، دا مثبت خبره ده. په دې کې که د افغانستان موضوع موږ چې منفي راواخلو، دا به د افغانستان سره ډېر لوی ظلم وي. کیدلی شي چې د افغانستان خبره په داسې منفي اړخو باندې نور هم منفي طرفونه پیدا کړي، او نور د افغانستان د ملت سره ظلم وشي، او نور ملت د افغانستان د دربدري سره مخ شي. او دا واقعیت دی چې که موږ اوس په کابل کې ناست یو، موږ دلته ارام یو، او ظلم په هغه چا باندې دی چې هغه په افغانستان کې یا په انفجار کې دمانده دي، یا په بمبار کې دمانده دي، یا مثلا په محبسو کې ناست یې په یوه طرف بل طرف.
نو زه خپل مناسبه دا بولم چې افغانستان اول د افغانستان هر وګړي هر څوک چې د افغانستان په باب باندې منفي حرکت ونه کړي یا منفي نظر ونه کړي او مثبت حرکت په افغانستان په باب شغله سید اکبر آقا تاسو په هم دغه حرکت آیا یو مثبت حرکت دی او افغانستان واقعا صلح ته رسیدي؟ دا حرکت ښه حرکت دی ځکه چې موږ که زه خپله په خپل طبیعت کې د پاکستان سره په دې نسبت چې زه پاکستان نیولی یم دلته بندي وم اړیکې به مې شاید ورسره شونې وي خو زه دونی وایم چې هر څوک زموږ په د افغانستان په باب باندې مثبت ګام واخلي مثبت حرکت وکړي هغه سبب او ذریعه د دې شي چې هغه افغانستان جوړ شي دا به ډېره ښه خبرې او دوهم رئیس جمهور د افغانستان چې دی خلکو رایې ورکړي دي نو هغه د خپلو رایو اکرام دې خلک وکړي د خپلو رایو عزت یې وکړي نو دا دا معنا ورکوي چې رئیس جمهور د افغانستان یو نماینده دی دلته په افغانستان کې نو هغه کولی شي چې په دې باب باندې مثبت حرکت وکړي نه منفي حرکت نو زما په فکر باندې مولانا سمیع الحق صاحب که د افغانستان په باب باندې داسې حرکت وکړي چې هغه مخلصانه حرکت وي هغه د افغانانو د مشکل د حل لپاره یو زیاره واسطه وګرځېږي او په دې باندې د افغانانو مشکل حل شي دا ډېره ښه خبره ده او زه خپله دا تاییدوم خور ودان بیرته تاسو ته راځو دغه دوه لیدلوري شغلې وسیق سره مطرح کوم ساس پجازه شغلې وسیق په دې بحث کې یو منفي نظر مطرح شو بل مثبت نظر ستاسو نظر غواړم آیا واقعا دا د افغانستان یو لوی اشتباه دی د شغلې سیدی خبره چې یو جنایتکار ته بیا وړاندیز کوي د سولې لپاره یا نه د شغلې مولوي صاحب په نظر چې موږ د هر چا ته باید لاس وړاندې کړو که هغه کس د سولې په اړوند تاثیر ګذار وي د لوی خدای په نامه سلام په وړاندې کولو سره تاسو محترم سیدی صاحب ناطقي صاحب او ستاسو تلویزیون لیدونکو ته زه فکر کوم چې افغانان د جنګ نه ستړي دي افغانان سوله غواړي افغانان د جنګ مزه لیدلی او دا چې جنګ په افغانانو باندې تپل شوی په دې کې هېڅ شک نشته دا چې اوس د کومې لارې نه په کومو امکاناتو که د سیاسي لارې نه کوم حرکتونه که نظامي لارې نه کوم حرکتونه که د ډیپلوماتیکو لارې نه کوم حرکتونه باید په کار واچول شي چې موږ په دې ښه پوهېږو چې متاسفانه دغه تپل شوی جنګ که دلته هر څوک و په دې وطن کې که دلته ډاکتر نجیب و که دلته استاد رباني و که دلته نور نورو بالاخره تر ننه پورې یعنی همیش متاسفانه هغه د دښمنۍ سیاست نسبت افغانانو افغانستان ته اما یوازینۍ پوښتنه د خلکو بله شغله وسیق یوازینۍ پوښتنه د خلکو ستاسو کارپوهانو نه او د رهبری نه دا دی چې موږ دیارلس کاله ځینو دروازو ته لاړو چې صلح ته ونه رسېدو کابو لس میاشتې کېږي چې بیا هم د سولې لپاره موږ هلې ځلې کوو ولې تر اوسه پورې بیا هم نتیجه نه لري غیر هغه ناسته چې اوس تعلیق کېدی آیا دغه لاره هم ستاسو په هاند کیدای شي چې یو فشار وي په طالبانو باندې تر هغو د صلح میز ته راشي یا نه دا هم بیا هم زه فکر کوم مصرفول دي هر آدرس چې دغه احتمال موجود وي چې کولی شي یعنی په دې کې رول ولوبوي اول په اول قدم کې یو اتمام حجت دی دا په دې معنا چې یعنی اول د سولې خبره چې پخوا هم څه وایي متاسفانه نتیجه یې نه ده ورکړی خو بیا هم اما دا په دې معنا نه دی چې موږ خپل دفاع نه کوو او خپل دښمن نه پیژنو اما بیا هم یعنی دوه متخاصمې ډلې یا که د دې نه لوړ هم وي بالاخره دوی سولې ته کښېني په دې باندې موږ اوس د افغانستان خلک دنیا په دې دغه دی چې طالبان دوی په خپله خپل دغه نه لري یعنی خپل آزادي او خپل صلاحیت چې دوی وشي کولی چې په ډېر قوي او عمده مسایلو کې دوی خپله پرېکړه وکړي دوی صلاحیت د پاکستان په لاس کې دی کاملا تاسې ګورئ بس ولې د دوه دولتونو تر منځ سوله نه کېږي چې موږ طالبانو سره سوله کړو خبره اوس په څه کې دی چې ډېر کوشش کېږي چې مخکې هم دا تلاش وسو چې څنګه کېدای شي چې د دوی حامیان چې هغه مطلقا
یعنی په پاکستان کې دوی عملته میشتو دوی عملته شوراګانې درلودې دوی د مغزې نه سنبالېدې او بالاخره افغانستان ته راتئ د دې نه څوک سترګې یو دا خدای چې سترګې پټو کې ووایي چې نه هغه جلا مسله دی اما که واقعیتونو ته وګورو دا همدغه مسله ده نو اوس زه فکر کوم که چیرې فشار یعنی واقعا ګورئ دلته څو مشکله دی خپله جنګ څو بوده لري یو خو دننه مونږ ولې د یو داسې وایو چې د ضعیف موقف نه مونږ دغه نه کوو نو دغه موقف څنګه ډېر ښه مضبوط او قوي کېږي دا یو اړخ دی بل اړخ یې چې دغه مداخله دی او دغه کسان تاسو پوهیږي چې دغه جنګ حتی د یوې هفتې دپاره دغه مصارف پرې کول دا ډېر ګران کار دی څو چې داسې یو قوي لاس تر شا ونه لري نو بنان دلته څو لارې وي یو دا چې کوشش وشي چې منطقي د هیوادونو همکاري جلب شي چې واقعا دوی فشار راولي پر هغه آدرس باندې چې هغه عیسایي دی پاکستان دی نظامیان دی چې واقعا دوی مجبور کړل شي چې دوی طالبان دي ته وهڅوي اما څرنګه چې ولیدل شو د یوې خونه دا هڅول د بلې خونه په دغسې یو مرحله کې دوی د ملا عمر د مرګ خبره خبر کړي چې دلته بیا د رهبری په سر نور اختلافات را برسېری شي او دغه پروسه بیا هم تکنی شي تشکر آقای ناطقی بدون تردید که دسترسی به صلح یک امر ملی است و به عنوان یک اصل پنداشته میشه و تلاش ها هم جسته و گریخته صورت گرفت اما نتیجه در قبال نداشت مراجعه اخیر حکومت افغانستان یا در واقع سفیر افغانستان که پیام رئیس جمهور به سمیع الحق یکی از علمای برجسته و گفته خبرها رساند این شخص در واقع تاثیرگذار است بر موجهای طالبانی در پاکستان و به اصطلاح پدر طالبان هم نام داره یعنی در واقع مراجعه به این درب چقدر روند گفتگو با مخالفین مسئله افغانستان را تسریع خواهد بخشید سلام خدمت بینندگان عزیز البته سمیع الحق و حلقه های دیگری که در پاکستان هست اینا تاثیر داره روی طالبان و در این شک نیست که اینا در واقع پدر معنوی طالبان خوانده شده و از معمارها و از مراکزی که اینها در اختیار دارن تماما مجموعه امکانات تحصیلات از اینا در خدمت طالبان و برای طالبان بودن و سربازگیری هم بیشتر از همین 16,000 مدرسه ای که گفته میشه اینا دارن سربازگیری طالبان و انتحاریینش هم کلا از همین مدارس اینا بوده اینا تأثیر فوق العاده روی طالبان داره و متاسفانه همین وابستگی و همین پیوند بسیار ارگانیکی که بین طالبان افغانستان و بین سمیع الحق و حلقه های از این دست در پاکستان برقرار شده یکی از بدبختی های ما همیست این اگر طالبان افغانستان واقعا به صورت مستقل و به عنوان یک نیرویی که جدای از اینا فکر میکردن شاید ما مشکلات کمتری داشتیم پس مراجعه اونا حاکمه بر اینا بله در همین مقطع مراجعه با پوزش در این مقطع که گفتگوهای صلح به حالت تعلیق در آمده و صداهای مختلف از میان گروه طالبا برون میشه که رد میکنن گفتگوها را با حکومت افغانستان گاهی پاکستان چراغ سبز نشان میده در همین برهه اساس مراجعه بر همین وزنه از طالبان چه تاثیر خواهد داشت بر گفتگوهای صلح مراجعه به این معنا باشه که اونها واقعا از صلح افغانستان حمایت بکنه خوبه ولی تا هنوز هیچ دلایل نداریم برین که سمیع الحق و امثال از اینا از جریان صلح حمایت کرده باشه سفیر افغانستان پیشنهاد کرد برش که شما در این پروسه وارد شوین و ما را کمک برسونید خوبه خوبه چون اصلی گپ صلح است اصلی گپ هم تو شما اشاره کردید پایه و اساسی سیاست و بالاخره و مسئله استراتژیک و مسئله اعتقادی ما و شما صلح است ما میخواییم به یک صلح برسیم و خصوصا نظام سیاسی ما یک وقت هم اینجا عرض کردم که ما معنان یک نظام سیاسی و یک دولت و یک نظام سیاسی مسئله ما با مسئله یک گروه های غیر مسئولی که آدم مکشه انفجار انتحار میکنه خیلی فرق داره اونا پابندی مسئولیت های جان و مال و مردم نیست و میبینیم عمل شده ولی یک نظام سیاسی وظیفه‌ش اینه که در سرزمین خود صلح بیاره، ثبات بیاره، زندگی بیاره اینا. بنابراین تلاش‌های حکومت افغانستان برای صلح منطقی هست، غیر منطقی نیست. منتها باید بازنگری شود. یک دور از مذاکرات ما مذاکرات خوبی داشتیم که ما هم بودیم. شما مراجعه به سمیع الحق را نه از بازنگری می‌دارید؟ اجازه نه.
بازنگری اون نیست. ما میگیم در ارتباط با جریان صلح و در ارتباط با مذاکره ای که الان هست و کارهایی را که طالبان را انداختن باید بازنگری شونه، هم در محل مذاکرات و هم در هیئت هایی که مذاکرات میکنه و هم در دیدگاه هایی که اصولا در ارتباط با صلح هست باید یک تجدید نظر صورت بگیره. با این وضع امکان نداره صلح. خیلی تشکر. یک نکته با این وضع امکان نداره. یک نکته رو میخوایم بگیم، با این وضع که شما از این طرف بیاین بگین ما صلح میکنیم، مذاکره میکنیم، رو در رو میشینیم، از دیگر طرف انفجار انتقال کرده، از این طرف هم موج بزرگی از انفجار، این غیر از غلطی و غیر بله. از حالا شما یکی از اعضای گفتگو کننده با مخالفین مسلح افغانستان میدید که نشست رسمی هم دار شد. جنگ هم اصول خود را داره و صلح هم اصول خود را داره. اولین اصل صلح یا اولین اصل در آستانه صلح که به خاطر مذاکره میریم بحث آتش بس است. شما شاید بدین که در تازه ترین مورد سه انفجار خیلی شدید در افغانستان صورت گرفت، در قلب افغانستان که کابل است، و جان صدها هموطنان ما را گرفت. فکر میکنین این چه معنا داره؟ مردم افغانستان اگر این صلح هست پس مردم افغانستان هم با بازی های دو سویه مبادرت بورزه، حکومت افغانستان مردم هم از حکومت افغانستان عمل بالمثل میخواه. این در واقع یک بازی بود که طالبان با صلح کرد و طالبان در واقع مقصر اصلی است و عامل شکست گفتگوها طالبان هست و اونا صلح به معنا کرد با این انفجارات و با این عملیات شما با این حرکت طالبان صلح معنای خود از دست داد. بنابراین اینا واقعا با این وضع نمیشه با اینا صلح کرد. صلح از خود تعریفی داره، جنگ از خود تعریفی داره. وقتی دو نفر با هم دیگر می جنگه بر اساس همون قواعد جنگ کارا رو پیش میبره. وقتی دو نفر ادعا میکنه که ما میشینیم با شما صلح میکنیم و میشینیم رو در رو با شما صحبت میکنیم، این کارا رو کردن دیگه. اونا آمدن رو در رو با ما نشستن، صحبت کردن، گپ زدن اینا. پس بنابراین وقتی که فضای اینه که ما با هم دیگر میشینیم صحبت میکنیم و صلح، باید این قواعد صلح رعایت بکنیم. ممنون. حالا معنی نداره که از این طرف تو بیای حرف بزنی که ما صلح میکنیم، از این طرف هم به این همه کشتار را بندازی. خیلی تشکر. معنیش بی معناست. آقای ناطقی با صراحت گفتن ایشان عضو گروه مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان بودن که حملات اخیر طالبان معنای مذاکره و صلح را از ما گرفت. برداشت شما چیست؟ اول جناب آقای ناطقی دقیق گفتن، از اول وقت حکومت افغانستان میفهمید که پروسه صلح با طالبان یک پروسه تقلبی، غیر منطقی و غیر کارآمد است. طالب کی است که به او مذاکره کرد؟ چرا با پاکستان که بادارش از مذاکره نکرد؟ بی معنا. شما میدونید که اختر محمد منصور میگوید که وقتی که او را میخواین با او بیعت کنن میگه که ما مذاکره و صلح نمیکنیم. دو روز بعدش سرتاج عزیز میگه که ما مذاکره رو دوام میدیم. بعد مردم افغانستان بفهمن که حرف اول کی میزنه. حرف اول استخبارات پاکستان میدونه. طالب چی مزدوری است؟ طالب همین لحظه که در کویته به پشتون آباد شسته است، جلسه دایر میکنن به خاطر بیعت، آیسای نظامی پاکستان امنیتشان رو گرفته نمیتونه. من تاسف میکنم به دولت افغانستان از نگاه حقوق و ارزش های بین المللی که تا دیروز پاکستان میگفت طالبان در پاکستان نیست، در خاک افغانستان هستند، ما قرض نداریم. حالا آیسای روزانه پیریداری میکنه، اونا جلسه دایر میکنن، بیعت میگیرن، به طیاره هلیکوپتر پاکستان میرن به پیش سمیل حق و پشاور. چرا حکومت افغانستان بهترین راهی است؟ به نظر من بهترین راهی است که دیگر مذاکره و مفاهیم با طالب معنا نداره. نه طالب اختیار داره، نه طالب صلاحیت داره و نه طالب هرچی که بادارش گفت اما به گپ بادار خود رو میگه. بهتر است پیشنهادی باشه که دولت افغانستان با دولت پاکستان مذاکره کنه. باید حکومت افغانستان اسناد دلایل جمع آوری کنه، وزارت خارجه افغانستان از نگاه دیپلماسی از خود کفایت نشان تینه. جنایتی را که علیه مردم افغانستان هر روز انجام میگیره، مردم ما با خاک خون میکشن، دست کسانی که خون مردم افغانستان، اینها را در سازمان ملل متحد بته و از طریق ملل متحد اون چی که برای مردم افغانستان ظلم شده عدالت خواهی کنه و بگذاره که در مسئله صلح ملل متحد مجادله کنه. همین شما من براتون میگم که بسیار فرض است که صلح را دولت افغانستان با طالب، یعنی هدف من دولت پاکستان نیست، با طالب یک طرفه لغو. اگر همین طالب بگه من صلح میکنم چی کردم؟ این چی کار است؟ این مزدور چی کار است؟ ببینین یک گپ دیگه بیان که به ذهن حکومت افغانستان به ذهن مردم مراجعه کنه. من براتون میگم که
جنگ ها از نبرد برده نمیشه، جنگ ها از ذهن برده میشه. مردم افغانستان میفهمه که پاکستان دشمنی سرسختی ماست، میفهمه که ما را به خوک کن کشیده، ما را بیزت کرد، رهبر طالبان پاکستان کشت، سیاسیونی ما را بندی کرد، طالبی ما را بندی کرد، دیگر را بندی کرد. دیگه ما با طالب چی است که ما با طالب مذاکره میکنیم؟ با خدا هر کس که با طالب مذاکره میکنه ما فکر میکنیم که الفوای سیاست و منطق را میشه. تشکر شغله سید اکبر آقا که زما اوری غوړم دا پختن دسی مترکم چه پدې بس کې و ویل شغله سیدی ویل چې طالبان مزدوران دي ولې د دوی باداران سره باید مذاکره ونکو. یو خبره د طالبان ووس علنی غونډه کوي په پاکستان کې او د دوی امنیت آیسای ټینګي کچېرې طالبان واقعا مزدوران دي او د دوی باداران آیسای او پاکستان دي او طالبان د پاکستان په لمنه کې په علنی توګه اوس غونډې جوړوي نو دغه مذاکرات به چیرته رسیږي تر څو پورې به پاکستان طالبان په ټیسې د موږ په خاوره کې د دوی رهبران نشته اسامه بن لادن د دوی په خاوره کې پیدا شو مولا محمد عمر په کراچی کې د دوی په خاوره کې لمنځه ولاړ یا مړ شو دغه ټکی دی چې پیدا کوي او دلته بیا وویل شو چې د دوی نه باید دلایل پیدا شي او ملل متحد ته مراجعه شي چې ملل متحد دغه جګړه حل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپله داسې وایم که دغه خبرو ته موږ وګورو چې دلته دغه سیدي نه یادوم ځکه د خبرې چې دا زما وخت منفي د افغانستان دپاره یو لوی دښمن دی دی او زه خپله دوی نه قدرې وایم چې دا خبره که موږ یادوو چې په دې طرف کې وایي طالبان داسې دي او طالبان بیا هلته وایي چې د افغانستان حکومت 15 ملک راغلي دي او هغه خپل اختیار نه لري موږ وایي دا خپل اختیار نه لري دا موضوع د افغانستان به نور هم درازیږي او د مشکل سره به مخ کیږو او د افغانستان مشکل به نور هم پسې غټیږي نو زه خپله دا خبره مناسبه نه بولم زه خپله وایم چې دې ته موږ ضرورت لرو چې افغانستان کې صلح راشي حتماً به په افغانستان کې صلح راځي نو دوی ویلی سم چې که د دې طرف ته حکومت هم ځان دون مستقل کی چې هغه خپل په استقلال باندې د چا سره خبره وکړي دا به ډېره شي او که طالبان هلته خپل ځان مستقل کی او په خپل استقلال سره څه ووایي دا به ډېره شي زه خپله تر دې خوشحاله یم خبره پرکړم زه تر دې خوشحاله یم چې مخکې مجلس وسو هغه د پاکستان د حکومت په شمول باندې وسو او دلته خلک ورغله هلته په هغه مجلس کې کښېناستله دا راتکي صاحب تاسې یاد کړي چې هغه هم هلته په مجلس کې کښېناستلي وو خو تر هغه وروسته دلته زه خوشحاله یم چې په مولانا ناصرالحق وسي چې هغه یو اندازه د پاکستان د یو مدرسې مشر دی او د حکومت ته عیسای داسې وظیفهداره سړی نه بولم چې هلته په هغه کې وظیفه یې دا به یو اندازه د طالب استقلال هم پکښې راشي او دلته به دا موضوع شي چې وطني موضوع به شي بله سید اکبر آقا شغله سید اکبر آقا تاسو هم په دې باور یاستئ چې طالبان استقلال نه لري او دوی د پاکستان په لاس کې دي تاسو په دغه باور یاستئ؟ نه زه په دې باندې د دې لپاره یو دلیل لرم چې طالبان که تاسې په یاد دي 2 کاله دمخه طالبانو په قطر کې ادرس واخیستی هغه ادرس و چې پاکستانیان په دې ادرس باندې خوښ نه وو او دا د طالبانو خپله په دې دلالت کوي چې استقلال یې غوښتي په دې کې او د استقلال مذاکرات یې کوله مستقل پاکستان ته مداخله نه ورکوله غیر د دې سره دغه وخت کې چې دغه خلک دلته ځي د اسلام آباد کې کښېني دلته بعضې طالبانو د دې ارتباط ونیوي د بعضې خلکو سره زه په هغه خلک دغه کې وایم چې دلته د حکومت بعضې خلکو طالبانو ورته وویل چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې کېږي دا باید په سعودي کې وسي خو دا د حکومت دې خواته ترجیح ورکړله د اسلام آباد خواته ولاړه د سعودي خواته هم بعضې طالبان ولاړه هغه یې صرف نظر وګرځول خو بیا هم دغه طالبانو سره زه چې هم د حکومت بعضې خلکو لیدلي هلته په سعودي کې نو هغو خلکو دا تقاضا وه چې دا موضوع د پاکستان صرف سره دورې شي استقلال پیدا شي په استقلال په صورت کې دا موضوع حل شي نو زه خپله دوی ویلی شم چې طالبان کوشش د دې ډېر کوي چې استقلال ولري او مستقل شي اوس په افغانستان کې زه خپله د دې طرفدار هم یو مخ نه یم چې په پاکستان کې یعنی طالبان ستاسو په اند مطلق استقلال نه لري دا یوه خبره ته پرېږده زه د دې طرفدار نه یم چې په پاکستان کې دغه وسي مذاکرات وسي یا په بل ملک کې وسي زه د دې طرفدار یم چې دا مذاکرات د ملت په طرف کې وسي ملت یې ترسره کړي او ملت تحمیل هم څه کولی شي اعتماد هم هلته راوړل شي او اوربندي هم کولی شي بل څه هم که تضمینونه هم کولی شي زما نظر خپله دی د ملت دی خو چونکې دا خبره چې بیا حکومت هغه خواته ترجیح ورکوي زه خپله بیا دا وایم چې په هر ملک کې
آقا صاحب سرنګ چې تاسو پیګی د افغانستان د ملت نمائندگان آلته ولر د ټول تایفونونه یو پښتنه چې د خلکو په منځ کې مطرح د اجازه راکړي چې دا په صلاحت توګه ستاسو نه پښتنه وکړم ولسمشر کرزایم د خپل د حکومت په وروستیو شیبو کې دغه پښتنه په صلاحت سره مطرح کړي چې د افغانستان د صلح کیسه د پاکستان په لاس کې ده او نوري ودونه یو خو ده کچیر واقعا د صلح کلی د پاکستان په لاس کې ده نو طالبان سره ولې افغانستان مرکه وکړي او که ریختیا طالبان کولی شي ځان مستقلانه ځان مستقل کی او افغان حکومت سره یا د افغان د ملت استازو سره مرکه وکړي بیا نو دوی ځان مستقل کی او په صراحت ژبه خلکو ته وایي چې موږ مستقلانه تاسو سره خبرې کوو دغه فضا ولې منځته راځي زما په فکر باندې تا را یوازې ته اشاره وکړه داسې دي وویله چې رئیس جمهور کرزي وویل چې د پاکستان د افغانستان کلي د پاکستان او د نورو ملکو ګوره بېرته زما خبره شوه زه خپله دا وایم چې د افغانستان موضوع نه یوازې د پاکستان په لاس کې د نورو ملکو په لاس کې هم ده هغه چې ځینې خلک په دې خوا تاثیر لري ځینې خلک په طالبانو باندې به تاثیر لري خو د دې په نسبت باندې زه خپله دا وایم چې موضوع د افغانستان یګانه د افغانستان ملت حل کولی شي ملت تمر دې ته مراجعه کوو انتخابات کوو ملت افغانستان را جمع کوو مصارف کوو د دې لپاره څنګه نو سره جمع کولای چې شش خلک په ملت کې مر لرو چې هغه منفي نظرونه نه لري مثبت نظر لري او هغه د رسیده دي او دا خلک راټول دي دا خلک او د ملت افغانستان نور جوړ کې په مذاکرات او تحمیلي مرته کولای شي طالب مراکش ولای شي او حکومت مراکش ولای شي ورته چې نور مر دغه موضوع چې په افغانستان کې جریان لري د مشکلات افغانستان په ملت باندې په سر د ملت ته کېږي نو هغه د ملت ته رسیدي د جنگ به چې د ملت حل کور ودان بیا به تاسو تراشو آقا صاحب آقای وسیق یگانه را رای ملت است خب بدون تردید که خواست ملت از حکومت وحدت ملی بحث مصالحه با مخالفین مسلح افغانستان است اولین خواستش راه دیگر را که شما پیشنهاد میکنید به خاطر رسیدن به سال که دستهای کشورها هم از سر پاکستان دور باشه و هم به اساس گفته های سید اکبر آقا از حکومت افغانستان دور باشه برخی از عناصر چه باید کرد تا به یک صلح واقعی و پایدار دست پیدا کرد؟ با تشکر من فکر میکنم چیزی که سید اکبر آقا میگه یک مقدار خوب گپ است که مخالفین دولت افغانستان که طالبا هست در قدم نخست یا بتوانن با یک استقلال وارد مذاکره شوند آیا چقدر امیه؟ احتمال ازی است چقدر ممکن است آیا چقدر امکان داره که از یک طرف اگر از طالبا استفاده ابزاری صورت گرفته که همونطور اگر به گذشته ها بریم همونطور بوده که در گذشته ها هم یعنی به اصطلاح تایمی یکی دو دهه اخیر یعنی سه دهه اخیر یعنی به اصطلاح حکومت های افغانستان به مدست آیس های ساخته شده همواره که اینی حکومت انتخابی آمد بعدا و قبل از آقای کرزی در نتیجه اون یک تفاهم تقریبا بین المللی یک چیز شکل گرفت و آمد چقدر ممکن است که طالبی که امروز فهمیده که از ما استفاده ابزاری میشه واقعا خود میتونه رهایی ببخشه ایره کاملا درک داره که در وقت ضرورت معامله همسرش شده ایره کاملا درک داره که به استقلال نمیمونیش خب اگر چنین است طالبا چطور میتونه که در چنین فرصت خود را از در واقع از اون حلقه های برنده بیرون بکنه من فکر میکنم خب در این وضعیت که امروز خصوصا در یک مقطع حساس یک چیز پیش آمد که موضوع مرگ چیز افشا کردن تا اینکه سر جانشینی اختلافات جدی شود و این درزا و مرزا بیشتر شوه و اینطور نشان بتن که گویا اینه به اینی خاطر اینی پروسه به تعویق افتاد اما آقای سعیدی پیشتر گفتن که جلسات علنی را دایر میکنن که در واقع در حمایت از عساکر آیسای تامین امنیت جلسات علنی را آیسای میکنن کسی که همونجا با آیسای در یک تفاهم نباشه زندگی کرده نمیتونه در قدم دوم جلسه کرده نمیتونه در قدم سوم اتصال مسائل
سیاسی کلان که او در رابطه با کشور دیگی که او را هم مورد تهدید کرده نمیتونه فیصله هایی را بکنن. پس طرف حکومت افغانستان باید آیسای باشه ولی طرف مذاکره ببینید. ولی شما دیدین که رئیس جمهور افغانستان رفت با راحل شریف ملاقات کرد. راحل شریف ملاقات کرد بخاطر که از مذاکره با قوت حمایت میشه. این را کس نمیتونه شیمپوشی بکنه. ولی گپ هم این است که احتمالاً یک تعداد طالبای هم هست که به سطو آمدن دیگه کشته میشن، به جنگ فرستاده میشن، معامله سرشون صورت میگیره، آزادی و استقلال صحبت کردن ندارن. دیگه از اینی وضعیت وا هم به تنگ آمدن. خب حالا حکومت افغانستان چی ابتکار را بخواد؟ ابتکار چی است؟ منظور من دیگه چی ابتکار را داشته باشه تا شگاف ایجاد بکنه و امون انسان‌ها را از تحت سیطره ظلم بیرون بکنه. از یک طرف اونجا تلاش صورت میگیره با وسیله اگر سمیع الحق است، با وسیله هر کسی که است، با وسیله آیسا است یا نظامی است که اگر بتونن ایره دوباره یک آدرس واحد ایجاد بکنن که این احتمالش یک مقدار ضعیف میره. بنابراین در این طور یک وضعیت ممکن است با اونو گروپ های با اونو کتگوری هایی که سخت به سطوح آمدن و متضرر شدن در این پروسه و دیدن به چشم خود که رهبرشان دو سال مرگش پود کرد، کسایی که یک مقدار مستقل اندیش بودن به زندان ها رفتن و کشته شدن، حالا همی که به درک دارن احتمال از این است که یک تعداد گروپ ها روحیه موافقت با پروسه صلح ابراز بکنن. این فکر میکنم از لحاظ دیپلماتیک، از لحاظ سیاسی، از لحاظ مسائل استخباراتی این کار اون ارگان است که یا در تماس و رابطه میتونه باشه که اینی گروه ها حداقل به همین خاطر در مذاکره را نباید بست که اگر ما میتونیم که یک تعداد اگر دولت افغانستان میتونه در اون رابطه باید کار صورت بگیره. این که باز دیگرانش نمیشه نمیکنه، دولت افغانستان هم راه خود داره. اول چه راههایی را مشخص اول موردوار یک مورد که شما میفهمین که افغانستان نشان داد با کسی که میخواست که زور به اصطلاح شست نشان بده و به اصطلاح اولتیماتوم بده که دولت افغانستان تا اینی مدت سقوط میده، امروز سرباز و افسر افغانستان ثابت کرد که ایده که سقوط داده نمیتونه. این کاملا این چیز است و بتونه یا هم همونطور که طرف مقابل عمل میکنه، او کسی که با مذاکره آماده است آماده است، کسی که نیست با همون شدت هم روش برخورد شده که این خودش چیز است. و دیگه ای که فکر میکنم با گذشت هر روز با برای افتادن اینی حوادثی که متاسفانه خونینه که در افغانستان برای میفته، شما میفهمید که تنفر مردم افغانستان با گذشت هر روز بسیج شده میره در برابر پاکستان و در برابر آیسای و مردم میره میفهمه که از کدام مدرسیز میشه. من فکر میکنم این دشمنی با دشمنی بسیار جدی هست که یک ملت اینطور تنفر خیلی تشکر ممنون آقای نطقی. دور اول گفتگوها هرچند امیدها را در میان مردم افغانستان بلند برد و انتظارات مردم افغانستان، دور دوم به یک افت مواجه شد و به حالت تعلیق در آمده. فکر میکنین مراجعه به رهبر جماعت علمای اسلام یک مانور است برای این که به نحو دور دوم آغاز شده یا نه؟ دور اول دیگه سقوط کرد و طالبان چراغ سرخ نشان داد و ما بازم باید منتظر چراغهای بعدی پاکستان باشیم. نه، این مسئله این که خب دور اول با اون وضعیتی که شما خبر دارید اینا برگزار شد، منتها با این کارهایی که طالبان کردن و این موج بزرگ از کشتار که اینا در افغانستان بعد از جریان مذاکره و گفتگو را انداختن، این مسئله در واقع ثابت کردن که اون مذاکرات و اون صلحی که طالبان میگه یک صلح کاذب است. بنابراین ما با این رقم نمیشه که شما با یک صلح کاذب و با یک فریب بخواین که چی بکنید. یعنی اونا در دور اول آمدن گفتن که ما برای چیز تازه بود دیگه، برای اولین بار آمدن گفتن که ما میشینیم با حکومت افغانستان در یک میز میشینیم صحبت میکنیم و این کار شد. و از طرف دیگه هم ناظر داشتین مذاکرات، دو کشور چین و آمریکا هم ناظر این قضیه بود. ولی بعدش در جریان مذاکره و گفتگو و با تنظیم دور دوم از مذاکرات اینا، ما میبینیم که اینا دست به کشتار بسیار بیرحمانه و غیر قابل قبول اینا در افغانستان زدن. این معنیش اینه که اونهای حرفایی را که میزنن هرگز به او صداقت در یک مسئله
نکته دوم را که ما میخوایم عرض بکنم، این فکری که ما بگیم طالبان افغانستان جدای از شبکه های فکری و حوزه های فکری که در پاکستان جدای از اوناست یا جدای از تاثیرگذاری حکومت پاکستان، یک حرف بی‌پایه و بی‌اساس. بدون تردید که طالبان با مو حوزات فکری و جریانای رادیکال و استخباراتی پاکستان نفس میگیره، نمی بحث مطرح شد. اما بارها بحث مذاکره را ملا منصور رد کرده در افغانستان بنابر دلایلی که خودش داره. حالا اگر بحث اول فریب بود و این رفتار اخیر طالبا باعث تغییر تفکر حکومت افغانستان شد، چنانچه که از حرفای شما ما برداشت میکنیم که در واقع یأس و ناامیدی برای شما هم دست داده، پس انتظار شما برای دور دوم چیست؟ ببینید، نه، ما عرض کردم که باید نسبت به این قضیه، به قضیه صلح، باید بازنگری شنا و باید مسائل بررسی شنا. حتی مکان مذاکره حکومت پاکستان هم سیاست شفاف نداره در این مسئله. این کشتاری که در این روزهای اخیر در افغانستان پیش آمد و روی داد، و با توجه به این مسئله که در پاکستان، در مرئی پاکستان مذاکرات صلح بود، و با توجه به این نکته که تمامی تشکیلات طالبان و همه انتخابات اونها و رهبری از اونها و شوراهایی که اونها تشکیل میده همه در خاک پاکستانه. خب حالا چی باید کرد؟ شما گفتین حکومت افغانستان هم موضع مشخص خود را نداشت. چه موضعی را باید حکومت افغانستان اتخاذ میکرد از دید شما در برابر این حملات در واقع انسانکش طالبان؟ نه، ما میخواییم این مسئله با ما مشخص بشه که واقعا طالبان و پاکستان، چون بدون پاکستان صلح امکان نداره. حرف آقای سعیدی حرف درستی است. و رئیس جمهور هم بارهای مسئله را اشاره کردن که پاکستانی ها با ما جنگ داره، جنگ اصلی ما با پاکستان است. بنابراین صلح و مذاکره و گفتگو بدون همکاری پاکستان امکان نداره. دلیل مسئله اینه که اینمی طلبه هایی که در پاکستان در این روزا شورا داره و تشکیلات داره و رهبری خیلی اعلام کرده و جلسات میگیره، اینا تمام اینها در خاک پاکستان صورت میگیره. در هیچ جای از افغانستان مسئله پیش نیامده که اینا در یک جای نشسته باشه رهبری خره بعد از ملا عمر اعلام کرد. نه، تمامی مسائل، تمامی فعل و انفعالات و تمامی کارهای ساختاری و تشکیلاتی از اونها در پاکستان صورت میگیره. و از طرف دیگه سمیع الحق هم اون حرف درباره از اونها میزنه. یک پیوند ارگانیک فکری، سیاسی، تشکیلاتی، ساختاری بین طالبان و بین پاکستان ایجاد شده. این شکی وجود نداره. بنابراین برای صلح هم پاکستان باید یک موضع شفاف و یک سیاست شفاف رو به افغانستان اعلام بکنه. ما بفهمیم که واقعا پاکستان چی میگه. پاکستان میزبان گفتگوها بود در دور اول، پاکستان در دور دوم هم میزبان گفتگوها بود. و از طرف دیگه هم یقین داریم بر این که تمامی تشکیلات طالبان گیری خورده با اونها، با سیاست اونها، با مذهب اونها، با اعتقادات مذهبی گیری خورد. بنابراین پاکستان هم باید یک سیاست شفاف رو اعلام بکنه. و از طرف دیگه ما باید بفهمیم که طالبان میجنگه یا صلح میکنه. خیلی تشکر. اگر اون هیئتی را که آقای اختر محمد منصور فرستاد که از طرف از اونها آمد، یعنی از طرف اختر محمد منصور آمد با ما نشست صحبت کرد، ما باید بفهمیم که طالبان از صلح چی تعریفی داره. خیلی تشکر. آیا صلح از نظر از اونها یک بازی است، یک فریب است، یک چال است، یک صلح کاذب است؟ این که نه، واقعا اونها به صلح اعتقاد داره. در حال حاضر اونها خراب کردن، یعنی هم پاکستان و هم طالبان جریان صلح خراب کردن. خیلی تشکر. بنابراین ما تاکید بکنیم که باید تجدید نظر شود در ارتباط با جریان صلح. خب در همین بحث مطرح شد که جنبش های بنیادگرا در واقع از ریشه های پاکستانی و آیسای آب میگیرن و در واقع به نیابت از منافع ملی پاکستان در حوزه های مختلف از جمله افغانستان فعالیت های تروریستی خود را انجام میده. دو نکته مطرح است. یک، حکومت افغانستان با درک که از سیاست های چند منظوری پاکستان در قبال صلح و جنگ داره، چه سیاست هایی را تبیین و اعلام بکنه تا منافع خود را در او تعریف بکنه و از ملت خود و از جغرافیا خود و از حاکمیت زمینی و هوایی خود دفاع لازم را داشته باشه. نکته دو، اگر چنین نمیشه، آیا این هم راه حل است که بر ضد پاکستان در شورای امنیت ملل متحد باید حکومت افغانستان شکایت درج بکنه؟ پس از وقفه کوتاه این پرسش از آقای سعیدی مطرح خواهیم کرد. سلام مجدد، شما بینید تحول هستین. من لطیف محمود. آقای سیدی، دو را مطرح شد. یک،
حکومت افغانستان با درک و شناختی که سیاست های پاکستان داره چه موقف را اعلام بکنه تا پاکستان را طرف مذاکره قرار بده؟ و اگر چنین نیست راه مراجعه به سازمان ملل متحد به خاطر نظارت و رسیدگی به این قضیه آیا ممکن است یا نه؟ اول بسیار کوتاه سلام کنم به سر مردم مسلمان، به خدا پرست افغانستان، به جا با وجدان های بیدار جهان که در دیگه دنیا مسلمان ها روزانه 24 ساعت 5 وقت نماز می خوانند، ما 6 وقت نماز می خوانیم، یعنی یک وقت نماز جنازه است هر روز به افغانستان. این وجدان های بیدار بفهمند و این هر کس می فهمه که از دست پاکستان و از دست مزدوراش. دوم، حکومت افغانستان باید و باید به این نتیجه رسیده باشه که طی اضافه تر از یک دهه به نام مصالحه به طالب غیر از کشتن، بستن، زورانه کردن و خونریزی نتیجه هیچی نداده، چون طالب نه اختیار داره، نه تصمیم گیرنده است و نه فیصله کننده است. بنان بادارش پاکستان است، درست بادارش پاکستان. حالا چی کنه؟ یک، دولت افغانستان از ذهن مردم استفاده کنه، دو سگب میگم، یک، صلح را با طالب، صلح را با طالب مذاکره یک طرفه لغو کنه، صلح با پاکستان درست است، درست است. یک، دو، طالب دیگه باید ارزش ماهیت صلح ببازه. دومش، درک کنه حکومت افغانستان که جنگ ها در میدان نبرد برد و باخت نداره، جنگ در ذهن ها برد و باخت داره. اذهان مردم افغانستان امروز میدانند که پاکستان دشمن ما هست، پاکستان ما را میکشه، میزنه، طالب ما را گروگان گرفته، طالب ما به نزد پاکستان اسیر است، صلاحیت نداره. اوی که مزدور است، مزدور او که نیم صلاحیت نداره کده بکشه. حالا یک، اسناد، شواهد، دلایل مقننه از طریق اداره امنیت ملی آماده شه، از طریق دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه به شورای امنیت ملل متحد، بالاخره از نگاه حقوقی که بمیفهم حتی در محکمه هاگ، در محکمه هاگ مراجع شه که ما قربانیان اوامر و کشتار پاکستانی ها هستیم. محکمه هاگ، شورای امنیت ملل متحد فیصله کنه. اگر ما مذاکره ایران با پاکستان میکنیم، چون دو کشور هستیم، دو قوم نیستیم، دو گروه نیستیم، ما دو کشور هستیم، ملل متحد بیای بین ما مینجگری کنه، همراه ما گپ زنه، اگر به نتیجه رسیدیم، قناعت دادیم، خوب در ملل متحد هم لابیگری کنیم. ما ببینی یک مشکل دیگه هم که پاکستان میکنه، به دولت ما میگه که ما مذاکره میکنیم، صلح میکنیم، اما مردم ما رو میکشه، به خاطر اینکه مردم ما علی دولت خوب بخیزن که دولت ما چقدر نادان و کودن است که پشت دروازه مذاکره از طرف ما رو به خون خاک میکشن. ممنون. دو تکه شغله سید اکبر آقا مطرح شو، یو چه زموق د مذاکره اساسی مخه پاکستان دی، طالبان ټول اسیران دی او دوغی پلاس کیدی، یعنی صلح طالبان سره منطقی نه دی، باید پاکستان سره وشي. یو دوام تکه دا چه موږ باید د امنیت شورا ته باید درچ کو خپل شکایت، فکر کوي کومه لاره ستاسو په منطقی دی چې موږ صلح ته ورسیږو؟ زما فکر باندې دا خبره خو موږ یو فرد دلته ناست یو چې هغه ترشایې څوک نه لرو. طالبان هم ترشا ملت لري، حکومت هم ترشا ملت لري. زما فکر باندې دا خبره لکه ما چې مخکې وکړله چې ډېر حساب ملت ته ورکول شي، ملت تسې د افغانستان داسې نه وایي چې د پاکستان سره دې خبره وشي، ځکه چې بعضې ملت تسې ویني چې په ښارو کې مثلا حکومت مسلط دی، په بعض ځایو کې حکومت مسلط دی، په نورو سارغانو کې بیا طالبان په بعض ځایو کې مسلط دي، خو دا اندازه د افغانستان سره تقسیم دي. کیدلی شي چې ملت د افغانستان بودس تقسیم دي، بعضې به د طالبانو په طرف باندې او بعضې به د حکومت په طرف باندې. او بیا هم هر څه چې دي د ملت دي، ځکه چې موږ کراګري کوو، ملت راغوو، کابل څه کوو، ملت دغه کوو، او که وایو چې ملت زما ملاتړ دي، دا په ملت باندې ځان ته ملاتړ پیدا کوو ملت. نو زه فکر کوم چې ملت افغانستان داسې نه وایي چې د پاکستان سره دې خبره وشي، د طالب سره دې خبره نه کېږي. که بیا طالب راولاړ چې دا وایي چې د افغانستان د حکومت سره دې خبره نه کېږي، مثلا ت فرض کړه خارجیان یو که دا هم سم دلیل نه دی. زه فکر کوم چې ښه خبره به دا وي چې د صلحې دپاره موږ یو ځای ته ځان رسولی شو، د افغانستان ملت ته دې مشکلاتو خلاصولی شو، دا به ډېره ښه خبره وي. فرالو دې خبرې ته د مولانا سمیلا خبره دا یوار یادوم، د مولانا سمیلا خبره که په دې نسبت باندې چې هغه دوه نسبت لري، یو په دې نسبت چې طالب
دیتا آماده کی چې سولې ته راوغواړي دا ضرور نه دی چې خامخره د سولې خبرې یا د مذاکرات خبره په پاکستان کې کیږي که غیر د پاکستان په بل دی کې اوسي چې په هغه کې د طالب استقلال هم معلوم شي او په مستقل طریقه باندې طالب هلته خپله خبره وکړي خپل جواب ووایي او خپل سوال وکړي نو دا ډېره ښه خبره یو د دې خبرو سره به دا خبره خلاصه شي چې په پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي یا طالب خپله مستقل یو څوک دی نو زما په فکر مستقل نه دی زما په فکر باندې دا هم د افغانستان په حکومت پورې اړه لري هم په خارجیانو پورې اړه لري مولوي صاحب اکبر اغا ستاسو د ګډون یوه نړۍ مننه کور ودان تشکر ساسو نظریات مو واخیسته کور بدن تشکر خوشحال شپه آقای وسیق فکر میکنین که مراجعه به آرای مردم و یا تدویر یک گفتمان ملی به خاطر بسیج افکار مردم میتونه یک راه باشه به خاطر رسیدن به مصالحه هم این طرف باشه هم طالبان در بین خود در واقع به هم فکری واحد برسن این راه ها مطرح شد این راه چقدر میتونه محتمل باشه تا ما را به صلح برسانه من فکر میکنم تنها اجماع در داخل افغانستان نی که در منطقه و در سطح دنیا پاکستان یک روز نیست که این کار را میکنه دوام داره در طول عمرش امی کار را کرده اما را برای بی‌ثباتی و امنی افغانستان تلاش کرده در داخل در قدم نخست من فکر میکنم قسمی که شما گفتین برای بسیج افکار عام یک دولت افغانستان به خاطر آوردن حکومت شایسته سالار امی کتگوری هایی که با هم یک جا شدن همه به این فیصله برسن که امروز دیگه از هر کدام منافع هر کدام از کتگوری ها کرده افراد کرده بالاخره منافع ملت افغانستان و منافع مجموعی افغانستان ای برای همه اولویت داشته باشه و به خاطر از این از منافع گروهی و فردی و گپا بگذرن و برای ایجاد اطور اداره سالم که اعتماد مردم از یک طرف جلب کرده بتونه این بسیار با اهمیت است که بتونه واقعا امروز شما میبینید با گذشت هر روز از این فضا یک تعداد استفاده سو میکنن و متاسفانه مشکلات ایجاد میکنن این منظور من ای است که این اطور یک فضای بیا که ما بتونیم افکار مردم رو بسیج بکنیم یک در داخل در سطح منطقه ما حتی در سطح منطقه همونطور که ما خواهان ازی هستیم که در سطح ملل متحد ما تمام اسناد و شواهد ارائه بکنیم و اسناد که انکار ناپذیر است همین حوادث چندین سال خودش کلش اسناد است در او سطح ما باید دادخواهی بکنیم و واقعا بگوییم که چرا به خاطر چی همسایه ما پاکستان دوامدار مخالفین دولت در آغوش خود گرفته و ایران میخواهد که پرورش بده و بالاخره بر نو امنی و ثباتی در افغانستان که ایران جلوش بگیره و در سطح منطقه که کشورها همه از جنگ آسیب پذیر هستند و میفهمند که اگر در افغانستان جنگ تداوم پیدا کرد این دامنش به کشورهای دیگه هم میرسه چطور ما بتونیم در یک کنفرانس منطقوی واقعا یعنی حمایت همه کشورها را در ضدیت با جنگی که و مداخله که در افغانستان جنگ تحمیلی که وجود داره چطور بسیج کرده در یک دقیقه آقای ناطقی چه باید کرد تا خب حرفای شما یادآوری که ما داریم بیان کننده است که مذاکرات دیگر زمینگیر شد با توجه به رفتارهای خشن و اخیر طالبا و قیزه حرکت هم گفته شد در دست پاکستان است رای دیگر هم مراجعه به مخالفین مسلح افغانستان چه باید کرد پس ما تا از این لجام گسیختگی بیرون شویم و بالاخره با سرنخ صلح را پیدا بکنیم در نتیجه گیری باید کردش خب مشخص است جنگ راه حل نیست اون کاری را که باید بکنیم اون مسئله است که به یک صلح با عزت و با افتخار دست پیدا بکنیم منتها طالبان نشان داد و حامی طالبان نشان داد برای اینکه گزینه اونها صلح نیست اونها گزینه جنگ انتخاب کرده و همون طور که حامیانش هم مسئله را اعلام کرده که ما می‌خوایم نظام افغانستان از بین ببریم و ما از اینجا اعلام میکنم که سقوط نظام به گفته آقای معنوی یک خواب است و یک خیال است و جنون است بنابراین با گزینه جنگ بیشترین خسارات را طالبان خواهد دید اما ما متاسف هستیم از این که در این جنگ ها مردم بیگناه ما شهید میشه و از بین میره در جنگ مطمئن باشین که طالبان بالاترین ضربه و خسارات را خواهد دید از کجا خواهد دید؟ یعنی حکومت افغانستان که آب از آب تکان نمیخواد همه ضربات را افغانستان میبینه اصلا گام بر نداشت حکومت افغانستان چگونه ضربه خواهد دید نه میگم در گزینه جنگ بله. در یک جنبندی نهایی در گزینه جنگ ما به شما میگیم و ایر ملت افغانستان هم ثابت خواهد کرد که جنگ طلب
بیشترین خساره و ضرر را خواهد دید و طالبان اگر گزینشون جنگ مطمئن باشه که بیشترین خسارات را خودشون خواهد دید. 15 ثانیه بسیار وقت ما کم است. باید حکومت و مردم افغانستان بفهمند که ما اگر با اختر محمد منصور مذاکره کنیم جور آمدیم. با دادالله چی میکنیم؟ با حکمتیار چی میکنیم؟ با لشکر طیبه چی میکنیم؟ با سایه صحبه چی میکنیم؟ با جیش محمد چی میکنیم؟ با القاعده چی میکنیم؟ با داعش چی میکنیم؟ بهتر است که به باداری همه مذاکرش یک دو باید افغانستان از یک استفاده بسیج ملی استفاده کنه و حداقل از مردم افغانستان خواهش میکنم بر یک هفته به حق به شرط احتجاج اموال پاکستانی را خرید نکنند. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی، میاگل وسیق تحلیلگر مسائل سیاسی، محمد ناطقی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان و از طریق کنفرانس سید اکبر آقاجان رهبر پیشین گروه جهش المسلمین با ما در بحث بودند. در پایان از شما نیز ممنون هستم که این بحث را دنبال کردین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.